کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. در این مجلس به مهمانهای خود تظلم نموده چنین وانمود می کند که در کار مدرسه کسی به او ستمکاری می نماید. مترجم الدوله خود را مؤسس مدرسه می خواند و مداخله دیگری را در این کار مخالف حق و انصاف می شمارد و حاضرین نیز تصدیق کرده امر بر آقای تفرشی هم مشتبه می گردد. مترجم الدوله مهمانهای خود را اجماعاً به مدرسه برده مساعدت آقای تفرشی را تقاضا می نماید. برای استقلال خود در کار مدرسه و کوتاه کردن دست دخالت نگارنده. همین که خبر انعقاد مجلس در مدرسه به من می رسد، چنین صلاح می بینم که خود به مجلس رفته نگذارم بیش از این دامنه فساد وسعت بیابد. مجلس پر است از جمعیت، غیر از آقای تفرشی که با خانواده ما مهربان است و از دسیسه‌ای که شده بی اطلاع می باشد و به وسیله پسر تطمیع شده اش به مهمانی مدیر و به دیدن مدرسه آمده. باقی حاضرین از حوزه مخالفینند. ورود نگارنده به مجلس بیش از آن اندازه که آقای محترم را مسرور، دیگران را مکدر می سازد. خصوصا که مهربانی پر حرارت آقا را دیده، مذاکرات مرا با او می شنوند. نگارنده خطاب به سید کرده می گوید: اگر مدرسه تشریف می آوردید، چرا مرا خبر نکردید برای پذیرایی حاضر گردم؟ سید: بنا نبود به مدرسه بیایم. در خانه مترجم الدوله مرا به مهمانی بردند. آنجا خواهش کردند تماشایی هم از مدرسه کرده باشم و تصور نمی کردم شما بی خبر باشید. نگارنده: بلی، من به کلی بی خبر بوده ام و نمی دانم به چه ملاحظه مرا بی خبر گذارده اند. سید از شنیدن این جواب احساس می کند که فریب خورده، نگاه غضب‌آلودی به مترجم الدوله و فرزند خود که پای مجلس نشسته اند می نماید. مؤسسین این دسیسه کاری می فهمند تیر آنها به سنگ خورد و از این اقدام نیز نتیجه نگرفتند. یکی یک برخواسته روانه می شوند. سید نیز به فاصله چند دقیقه با معذرتی که از من می خواهد روانه می گردد. نگارنده هم به هیچ وجه به روی مترجم الدوله نیاورده با خوشرویی از مدرسه روانه شده، بعد از مشورت نمودن با بعضی از اعضای شرکت خیریه مقرر می‌گردد اگر مترجم الدوله خیال خود را تعقیب ننمود، او را به حال خود گذارده به احترام آقای تفرشی در صدد مؤاخذه از گذشته بر نیاید و اگر دنبال کرد و تجدید مخالفت نمود، دست او را کوتاه و فتنه را برطرف سازم. اما اقدامات روز بعد مترجم الدوله مرا مجبور می کند اساسیه را جمع و مدرسه را موقتاً تعطیل نمایم. در این حال اجزای مدرسه از ناظم و معلم و غیره به اظهار تنفر نمودن از اقدامات حق شکنانه مدیر اجماعاً به منزل من آمده می گویند تا مترجم الدوله در مدرسه ادب است ما قدم به آنجا نمی گذاریم. نگارنده حاضر شده مدرسه را تعطیل نماید ولی نمی‌خواهد در اخراج مترجم الدوله تعجیل نماید. این است که از اجزا دو سه روز مهلت می‌خواهد ولی آنها نمی‌پذیرند. مدرسه تعطیل شده، شاگردان بی معلم هم به خانه‌های خود می‌روند. مترجم الدوله هر چه می‌خواهد چند ساعت مدرسه را نگاهداری کند نمی‌تواند. ناچار سفارش نامی از آقای تفرشی در نگاهداری از او خطاب به نگارنده صادر نموده می فرستد. در جواب این مکتوب خاطر آقای محترم را از تمام مطالب آگاه می نمایم و هم از طرف بعضی از تجار به سید نوشته می شود در این کار مداخله ننماید. سید مضطرب شده می نویسد: من در کار مدرسه ادب مداخله نکرده و نمی کنم. اگر نوشته ای از من اظهار کرده باشند، واقعیت ندارد و به اشتباه صادر کرده اند. پس از وصول این مکتوب، خاطر نگارنده از محظور طرف شدن با آقای مزبور آسوده گشته، اعضای مدرسه را امیدوار نموده. از طرف دیگر، به وزارت معارف شرح واقعه را اطلاع داده، جواب می رسد مترجم الدوله مستخدم مدرسه ادب می باشد. اگر می خواهد خود مدرسه داشته باشد، برود جای دیگر تأسیس نماید.
پس از محکم کردن اطراف کار، مترجم الدوله را خارج نموده، دیگری را به اقتضای زمان به جای او نصب می نماید. مترجم الدوله به اظهار پشیمانی و برانگیختن وسایط نزد من چند روز اقدام نموده، پس از مأیوسی به دستیاری حوزه مخالفین و بعضی از رفقای خود از هر گونه بدگویی نسبت به من و از جلوگیری نمودن از اولیای اطفال که طفل خود را به مدرسه ادب بفرستد دریغ ننموده، شبنامه هاست که شبها به در و دیوار شهر می چسباند، کاغذ پرانی هاست که به اطراف می نمایند و بالاخره مدرسه به نام سعادت در نزدیکی مدرسه ادب گشوده جمعی از شاگردان مدرسه را می برد، ولی به واسطه عدم استطاعت حالی و مالی که دارد نمیتواند نگاهداری کند و برهم میخورد. در آن ایام که شبنامه ها بر ضد نگارنده منتشر میگردد، رئیس نظمیه تهران یکی از آن اوراق را نزد میرزا علی اصغر خان صدر اعظم فرستاده در اقدام نمودن به مجازات مرتکبین که معلوم است کیانند دستور میطلبد. صدر اعظم جواب مینویسد: اعتنا نکنی، چنان که فلانی خود اعتنا نمی کند. خلاصه آن که فتنه و فسادی که متوجه مدرسه ادب شده بود با زحمت حالی و خیالی بسیار برطرف می شود، ولی خسارت مالی که بر صندوق مدرسه از این فتنه انگیزی حاصل گشته گرفتاری و آلودگی مرا بر زیادت می نماید. ولی در مملکت بی قانون، با حکومت بی اساس، با نبودن امنیت، با وفور اغراض خصوصی، اقدام نمودن به این گونه کارها البته زحمت و خسارت دارد و چاره جز صبر و تحمل نیست. مدرسه ادب چند ماه گرفتار کشمکش با مدرسه سعادت می شود تا رفته رفته اولیای اطفال می فهمند میان این دو مؤسسه تفاوت چیست. سعادت در ادب است و ادب در سعادت نیست. این است که اولاد خود را باز به مدرسه ادب برمیگردانند و مدرسه رونق پیشین خود را به دست می‌آورد. بهترین معلمین تهران مانند میرزا محمد علی خان زکاالملک، دکتر سید ولی الله خان نصر، علی خان ریاضی قجر و غیره در این مدرسه تدریس می‌نمایند و معلمین فارسی و عربی به نوشتن دوره‌های کتب ابتدایی اشتغال می‌ورزند. ترتیب دروس مدرسه و تنظیمات داخلی آن از رعایت حفظ و صحه و کیفیت ورود و خروج شاگردان و ورزش بدنی و مشق پا و غیره به صورت‌های مقرر می‌شود که اغلب در سایر مدارس از این مدرسه اقتباس می‌نمایند. مدرسه ادب در معنی مرکز افکار روشن معارف خواهان حقیقی شده، معلم، کتاب و دستور به ولایات می‌دهد و به مدارس ایرانی که در قفقاز و غیر دایر می‌گردد، معلم و کتاب می‌فرستد. تا این وقت حتی در مکاتب جدید تدریس زبان فارسی از روی قواعد علمی معمول نمی‌باشد و حتی فضلای مملکت تصور نمی‌نمایند آموختن زبان فارسی محتاج به تعلیم و تعلم باشد. در مدرسه علمیه که از دیگر مدارس دولتی سبقت می گیرد و در مدرسه ادب تدریس زبان فارسی از درسهای اجباری می گردد. برای تدریس زبان فارسی نه معلمی موجود است و نه کتاب درسی تألیف گشته، اما به زمان کم دوره های کتاب درسی فارسی با معلمین مخصوص حاضر می گردد. معلمین و مؤلفین کتب مزبور از مقدمه های فرهنگ های فارسی و از کتبی که در مدارس خارجه مخصوصاً در هند، مصر، قسطنطنیه و قفقاز تألیف شده و بهترین آنها کتاب دستور سخن تألیف میرزا حبیب دستان می باشد که از روی تألیفات آلمانی برداشته است استفاده می کنند. و بالجمله بهترین افکار در توسعه و تعمیم معارف و تنظیمات مدرسه و تشویق معلمین و شاگردان و اجزا به فراخور اقتضای زمان در مدرسه ادب به موقع اجرا گذارده شده، روز به روز بر اهمیت این مدرسه افزوده می‌گردد و مرکز معارف ملی واقع شده، عموم معارف پژوهان تجددخواه به جانب مدرسه ابتدایی و متوسطه ادب متوجه می‌گردند. صفحه 261، فصل 36، مدرسه سادات و طغیان فساد.
پس از فتنه‌ای که به تحریک حوزه مخالفین در مدرسه ادب روی می‌دهد و نتیجه آن کوتاه شدن دست مترجم الدوله از مدیری مدرسه و پشیمانی سخت او از گفته‌ها و کرده‌های خیش می‌گردد، دفتردار مدرسه سادات پریشان خاطر شده از عاقبت کار خیش نگران می‌ماند. گرچه حوزه مخالفین برهم نمی‌خورد و حاسدین و مغرضین آرام نگرفته آسوده نمی‌مانند، ولکن دفتردار به ظاهر سر تمکین فرود آورده با مخالفین کمتر آمد و رفت نموده، از رفتاری که موجب مزید نگرانی من از او بوده باشد اجتناب می‌کند. نگارنده نیز از اظهار مهربانی به او و دیگر اعضای مدرسه سادات دریغ نمی‌دارد. دفتردار مدرسه سادات هرقدر بیشتر مهربانی از نگارنده می‌بیند، باز صمیمیت حاصل ننموده راه یکرویی و حقیقت را نمی‌پیماید، چون که به حق مشروع خود قانع نیست و مقاصد نامشروع او نزد من برآورده نمی‌شود. موقع طبع و نشر ورقه جمع و خرج سیوم مدرسه می‌رسد، یعنی 9 ماه از تأسیس این اساس می‌گذرد. ماه رمضان 1317 به دفتردار دستور طبع و نشر ورقه مزبور داده می شود. چون ورقه را می آورد که نگارنده مهر و امضا نماید، می بینم چند موقع را سفید گذارده و ورقه ناتمام است. معلوم می شود تدبیری کرده که ورقه ناتمام را به امضا برساند، زان پس حساب را به دلخواه خیش مرتب سازد. نگارنده امضا نمودن ورقه را موکول به اتمام آن می نماید. دفتردار به ظاهر پذیرفته میبرد تکمیل نماید و برگرداند، ولی با کمال جرأت مواقع ناتمام را به دلخواه خود تمام کرده، مهر مجعولی را بر آن زده، بی اطلاع نگارنده ورقه را طبع و نشر میدهد. ورقه به دست من افتاده، میبینم دفتردار حقوق خود را زیاد کرده، حساب را مطابق نظریات خیش نوشته، بالاخره خیشتن را مؤسسه مدرسه خوانده، به خیال خود مؤسسه را تصاحب نموده است. مدرسه سادات تا این وقت نظامنامه داخلی مختصری دارد که برای جلوگیری از اینگونه خودسری‌ها کافی نمی‌باشد. بعد از اطلاع یافتن بعضی از معاونین مدرسه بر خلافکاری دفتردار و بر نادرست بودن صورت حساب مقرر می گردد، نظام نامه مفصلی نوشته، حدود هر یک از اعضا معین شده، برای قوت اجرای آن اعانت کنندگان بنویسند، مساعدت ما با این اساس فرع اجرای این نظام نامه خواهد بود. نگارنده از یک طرف نظام نامه را حاضر نموده به اعضای معاونین می رساند و از طرف دیگر وزیر علوم را از قضیه با خبر نموده، او را بر اغراض خصوصی دفتردار در اقدام مخالفی که نموده است مستحضر می سازد. وزیر علوم حاضر می شود برای حفظ مدرسه و تلافی آنچه از حدود صحت تجاوز نموده به هر اقدام لازمی تشبث نماید. از این سبب اعلانی منتشر می نماید. حاصل مطلبش آن که مدرسه سادات قریب 10 ماه است در نهایت انتظام دایر می باشد. اخیراً یکی از اجزا صورت جمع و خرج 3 ماهه سیوم را به مهر و امضای مجعولی منتشر نموده. آن ورقه از درجه اعتبار ساقط است و مجدداً صورت صحیح با تصدیق وزارت معارف منتشر خواهد گشت. بدیهی است نشر این اعلان بر دفتردار و حوزه مخالفین بی نهایت ناگوار است، ولیکن نتیجه مقدماتی است که به دست خود فراهم آورده اند. چنان که در فصل 34 نوشته شد، دفتردار و رفقای او آقا سید محمد طباطبایی و اولاد او را به مدد خود طلبیده، وعده داده اند دست نگارنده را از مدرسه کوتاه و آنها را قائم مقام من نمایند. دفتردار نزد آقا سید محمد ادعا نموده او مؤسس مدرسه می باشد، به شهادت ورقه‌ای که خود نوشته و امضا نموده. در این صورت می تواند هر کس را بخواهد به ریاست انتخاب نماید. آقا سید محمد نمی خواهد تنها به این مستمسک دخالت در کار مدرسه سادات نموده باشد. از این سبب در صدد برمی آید فرمانی از جانب دولت برای اولویت خود به دخالت در این اساس صادر نموده، آنگاه به میدان معارضه با نگارنده بیاید.
چون نمی توانند نسبت خیانت نمودن به مال مدرسه به من بدهند، ناچار باید با تیر تهمت فساد عقیده مرا هدف ساخته صلاحیت و اولویت خود را احراز نماید. آقا سید محمد با وجود خصوصیتی که با امین السلطان صدر اعظم دارد، شاید پی برده باشد که امین السلطان در این ایام با نگارنده باطنن صفایی ندارد، ولی باز صادر نمودن این فرمان را از او درخواست نمی نماید. شاید هم درخواست نموده او به ملاحظاتی که داشته نپذیرفته باشد. این است که به توسط شخص معمم شروری از میرزا محمود خان حکیم الملک که رقیب امین السلطان است صدور این فرمان را طلب می نماید. روزی چند نمی گذرد که فرمان ریاست آقا سید محمد طباطبایی در مدرسه سادات و لزوم کوتاه شدن دست نگارنده از دخالت در این کار صادر شده از صحه همایون می گذرد. همان ساعت که شاه فرمان را صحه می نماید، یکی از خلوتیان مرا از واقعه خبردار می سازد. بدیهیست اینجا دیگر جای بی‌اعتنایی و مسامحه کاری نیست. در این موقع نه تنها خسارت حالی و مالی می رسد و زحمات من برباد می رود، بلکه شرف و آبروی خود و خانواده ام در خطر افتاده، ناچار هستم تا آنجا که می توانم از خود، از خانواده و از مدرسه دفاع نمایم. این است که شرح حالی به واسطه میرزا کریم خان سردار مکرم، مؤسس مدرسه خیریه که از پیش نام برده شده و از دوستان صمیمی نگارنده است و با حکیم الملک هم مأنوس می باشد، نوشته می فرستم که عیناً به وی ارائه دهد. حاصل مضمون آن که برای ادای وظیفه وجدانی در راه خدمت به معارف عمومی پس از زحمت بسیار به خیال افتاده مدرسه مخصوص بنی اعمام خود تأسیس نمایم. خانه ای اجاره کرده، اساسیه خریداری نموده، اطفال بینوایی را که به تکدی می پرداختند در آنجا جمع نموده، به تحصیل علم و هنر واداشته، از مال خود و به اعانت معارف پروران و دوستداران خاندان رسالت آن مؤسسه خیر را که مدرسه سادات نامیده می شود راه می برد. جمعی از سادات محترم را در آن اداره مدیر، دبیر، ناظم، معلم و غیره نموده، برای هر یک حقوقی معین نموده است. بعضی از آقایان مزبور که دخالت مرا منافی مقاصد خصوصی خود دانسته، ساز مخالفت آغاز نموده، برای پیشرفت کار خود به آقا سید محمد طباطبایی توسل جسته، ایشان نیز به توسط آقای محمود خان حکیم الملک در صدد صدور فرمان دولتی برآمده اند تا مستندی برای دخالت خود در دست داشته باشند. غافل از اینکه مدرسه سادات خالصه دیوان نمی باشد که دولت فرمان واگذار نمودن آن را به دیگری صادر نماید. اگر این مسئله حقیقت داشته باشد، صریح می گویم این فرمان در مدرسه سادات به موقع اجرا گذارده نخواهد شد مگر به اتلاف نفوس و فتنه عظیم، و شرح این بی‌اعتدالی در جراید عالم خواهد رفت. هر کس مرا می شناسد می داند غیر از خیرخواهی خلق و خدمت به دولت و ملت غرضی ندارم. در این صورت شایسته است اگر اعانت نمی نمایند، اهانت هم نکرده باشند. سردار مکرم به فوریت این مکتوب را به حکیم الملک ارائه می دهد و از طرف دیگر حاج حسین آقای امین الضرب همان روز خاطر صدر اعظم را از واقعه فرمان غلط و بدنامی که برای دولت دارد متذکر می سازد. نتیجه اقدامات این می شود که امر همایونی به باطل نمودن صحه فرمان صادر می گردد. فردای آن روز نگارنده از باطل شدن فرمان و بی نتیجه ماندن اقدامات مخالفین خبردار شده، خوشنود گشته، آسوده خاطر می گردد. از طرف دیگر مقرر شده است عصر همان روز آقا سید محمد با فرمان شاه به مدرسه آمده مدرسه را تصرف نماید، ولی سید و اعضای مدرسه تا عصر این روز از باطل شدن فرمان بی خبرند. طرف عصر در مدرسه لوازم پذیرایی مهیا و دعوت کنندگان در انتظار ورود رئیس تازه مدرسه می نشینند. سید هم مهیای آمدن و منتظر دریافت نمودن فرمان می باشد. مدتی است نگارنده به مصلحت به مدرسه نرفته به بی‌اعتنایی می گذراند. در این وقت
ناگهان به مدرسه وارد می گردد و می بیند مدیر و دفتردار در اتاق پذیرایی نشسته، معلمین در سر درس ها هستند. موقع مرخصی شاگردان گذشته و برای آمدن مهمان محترم آنها را نگاه داشتند. بدیهی است ورود من به مدرسه فوق‌العاده موجب تشویش خاطر و تعجب آقایان می گردد. می پرسم انتظار کسی را دارید؟ جواب می دهند بلی، آقا سید محمد طباطبایی خواستند مدرسه را ببینند. انتظار ایشان را می کشیم. آفتاب غروب می کند. مهمان وارد نمی گردد. بالاخره می فهمند قضیه ای روی داده که سید خلف وعده نموده است. دفتردار بعد از اطلاع یافتن از باطل شدن فرمان و انصراف آقا سید محمد از مداخله نمودن در این کار، سفارش نامه ای از سید خطاب به حاج حسین آقای امین الضرب می گیرد که از او نگاهداری نمایند. امین الضرب از نگارنده درخواست می نماید چندی باز با وی مماشات نمایم. دفتردار نیز پوزش نامه‌ای نوشته از کرده های خود اظهار پشیمانی کرده و وعده می‌دهد خلاف خود را در صورت حساب طبع و نشر شده جبران نماید. پوزش وی پذیرفته می‌شود. شوال و ذی‌القعده می‌گذرد. در ماه ذی‌الحجه ورقه آخر سال مدرسه باید طبع و نشر گردد و جشن عید قدیر گرفته شود. روزی دفتردار تکلیف طبع و نشر جمع و خرج را پرسش می نماید. می گویم صورت حساب 6 ماهه را خواهیم نوشت و منتشر ساخت. دفتردار می خواهد تمکین ننماید. بالاخره مجبور می شود مطابق دستور رفتار کرده بی حسابی گذشته را تصفیه نماید. این ورقه با امضای وزارت علوم و وزارت مطبوعات منتشر می گردد. جشن عید قدیر به بهتر وجه که ممکن است گرفته می شود. لباس شاگردان یک جور و یک رنگ. خطابه ها مهیج و مؤثر و بالجمله نمایش جشن مزبور قابل توجه و جالب نظر ارباب نظر گردیده بر اعتبار و احترام مدرسه افزوده می شود. وزرا و اعیان و اشراف تهران می بینند همان کودکان سادات را که در معابر با چوب بر سر آنها زدن هم نمی توانستند از سماجت آنها در تکدی جلوگیری نمایند، اکنون با وضع آبرومند به تحصیل پرداخته در آتیه هر یک نه تنها خود به مقامی می رسند، بلکه می توانند جمعی از بنی اعمام خود را از ذلت فقر و پریشانی نجات داده باشند. به خاطر دارم روزی به مدرسه وارد شده در ختم مدت تفریح شاگردان هر چه زنگ زده می شود شاگردان به اتاقها نرفته می گویند یکی از ما دیده شده دست طلب نزد کسی دراز کرده، تا او اخراج نشود ما نمی توانیم بر سر درس حاضر گردیم. دیدن این حال بر امیدواری ها افزوده، مرتکب موقتا اخراج و محصلین به کار خود می پردازند. در اول سال دوم می باید نظامنامه اساسی و داخلی مدرسه کاملاً به موقع اجرا گذارده شود. دفتردار با همه تعهدات که نموده، مدیر و پاره‌ای از اعضا را با خود همراه کرده، بلکه از قبول شرایط نظامنامه که اختیارات آنها را محدود می نماید، تجافی نموده باشند. نگارنده نمی خواهد شخصاً با آنها طرف شده خود را آلوده کشمکش نماید. از این سبب بیش از هر کار 3 نفر از اشخاص خیرخواه معارف پرور علاقمند به اعانت سادات را به اکثریت آراء اعانه دهندگان ازام انتخاب نموده، انجمن نزار را به نام وکلای مدرسه سادات تشکیل می‌دهد و آن 3 تن میرزا علی نقی خان مستشار السلطان، میرزا شمس الدین حکیم الهی و آقا میرزا عبدالرحیم اصفهانی می‌باشند. هیئت نزار روزی به اتفاق نگارنده به مدرسه آمده در صدد اجرای نظامنامه برمی آیند. دفتردار آقا سید جلیل مدیر را زبان خود قرار داده با نگارنده و با هیئت نزار مخالفت می نماید. هیئت نزار در جلسه اول و دوم غرضمندی آنها را احساس نموده خود را دچار زحمت می بیند. دفتردار نیز از اینکه بتواند به ظاهرسازی مقاصد خود را انجام داده باشد مایوس گشته، شبی حوزه مخالفین را جمع نموده ورقه ای می نویسند. نام جمعی از رؤسای روحانی تهران را در صدر آن ورقه با تجلیل بسیار نوشته در ذیل می نویسند: این رؤسای دین و مذهب حکم می نمایند،
یحیی حق وارد شدن و دخالت نمودن به هیچ مدرسه‌ای ندارد و بر مدیران مدارس ملی واجب است از ورود این شخص به مدرسه خود ممانعت نمایند. از این اوراق قسمتی را شب در شهر منتشر و قسمتی را پشت در مدرسه ها می اندازند. فردای آن شب دفتردار شرحی در اظهار دلسوزی به من نوشته یکی از همان اوراق را لفن فرستاده می نویسد: هرچه به شما نصیحت کردم اینقدر در کارها سختی ننمایید نپذیرفتید تا کار را به اینجا رساندید که ملاحظه می نمایید. دفتردار یک نسخه از همین اوراق را با خود به مدرسه سادات برده به مدیر ساده‌لوح می گوید: بعد از دیدن این ورقه بر شما لازم است به دربان مدرسه بسپارید فلانی را راه ندهد. مدیر نیز با حضور اجزایی که همه مورد مهربانی من می باشند دربان را خواسته مطلبی را که به او القا شده با کمال تشدد می گوید و می سپارد: اگر فلانی خواست به مدرسه بیاید از ورود او باید ممانعت نمایید. بدیهی است تکلیف ظاهری من خودداری نمودن از آمد و شد به مدرسه می باشد و تکلیف حقیقی دلگرم نگاه داشتن هیئت نظار و سایر اعضا و اجزای مدرسه از یک طرف و اقدام نمودن به کوتاه کردن دست فساد کنندگان به توسط دولت از طرف دیگر. نگارنده تمام وقایع را روزانه به نیر الملک وزیر علوم نوشته خاطر او را از جزئیات مطالب آگاه ساخته او نیز بی‌غرضی و صمیمیت مرا احراز نموده از هر گونه مساعدت دریغ نمی دارد. جعفر قلی خان نیر الملک اگرچه به اقتضای زمان و ترتیب کار دولت و دولتیان قدرت و استقلالی در کار خود ندارد و ذاتاً کمحال به نظر می آید ولیکن از آنجا که شخص نیکو فطرتی است در جایی که حقیقت و حقانیت را احراز نمود از هر گونه اقدام و استقامت دریغ نمی دارد. برای بیان عاقبت کار با حوزه مخالفین لازم است به وضع دولتیان در این هنگام اشاره نموده زان پس به بیان نتیجه اقدامات خود در اصلاح مدرسه سادات و دفاع از مخالفین بپردازد. صفحه 268 فصل 37 دولتیان و مدرسه سادات و تأسیس مدرسه سیاسی. در حالتی که قسمت دولتی معارف جدید در سایه مقاصد خصوصی مدیر مدرسه افتتاحیه ترقی معکوس می نماید و قسمت ملی آن دچار اغراض اشخاص و گرفتار کشمکش میان خودخواهی و معارف پروری تمعکاری و بی‌طمعی است، شخص جوان تحصیل کرده‌ای به دایره معارف قدم نهاده مختصر مددی به کارهای معارفی می نماید. شخص مزبور میرزا حسن خان مشیرالملک است که از مأموریت روسیه برگشته برای ترویج معارف فکر روشن و سر پرشوری دارد. میرزا نصرالله خان مشیرالدوله پدر این جوان وزیر خارجه می باشد. مشیرالدوله از اهل نائین چند سال نویسنده میرزا سعید خان وزیر خارجه ناصرالدین شاه بود. در سایه سعی و عمل خود بیش از آنچه انتظار می رفته ترقی نموده در وزارت خارجه مصدر خدمت شده به مقام معاونت رسیده. در ایام وزارت خارجه قوام الدوله و صدارت میرزا علی اصغر خان امین السلطان از بیمهری صدر اعظم به وزیر خارجه استفاده نموده تقرب تام به مقام صدارت حاصل کرده در عنوان معاونت وزیر خارجه زیر دست صدر اعظم کار وزارت می نموده است. این شخص اولا ملقب به مصباح الملک می شود زان پس مشیر الملک می گردد و بعد از رحلت حاج میرزا محسن خان مشیر الدوله دارای این لقب گردیده بر اعتبارات او افزوده می شود و بالاخره به وزارت خارجه رسیده خود را برای اشغال نمودن مسند صدارت نیز آماده می سازد. مشیر الدوله سه پسر قابل دارد و با اینکه خود ممالک خارجه را ندیده و از معلومات جدید بی اطلاع است، از معاشرت با خارجی ها و از خدمت طولانی که در وزارت خارجه داشته به لزوم حسن تعلیم و تربیت اولاد خود پی برده دقیقه در انجام این وظیفه کوتاهی ننموده است. پسران مشیر الدوله همه نیکو تربیت یافتند، مخصوصا میرزا حسن خان مشیر الملک.
مشیرالملک پس از ورود به تهران و آگاه شدن از ترتیب معارف به خیال می افتد مدرسه‌ای برای علوم سیاسی تأسیس نماید. محسنات این کار را به پدرش خاطر نشان نموده، به علاوه او را ترغیب می نماید که در کلیه کار معارف مساعدت و اقدام جدی بنماید. صفحه 269. مشیرالدوله یکی به واسطه آنکه میرزا محسن خان وزیر خارجه مشیرالدوله پیش از او به معارف پروری ستوده می شده و دیگر به واسطه تشویق و ترغیبی که از فرزند خود می شود و به او علاقه زیاد دارد، خود را دخیل کار معارف نموده، به موجب امر شفاهی پادشاه به دخالت خود در این کار رسمیت می دهد. اگرچه میباید نیرالملک وزیر علوم از دخالت مشیرالدوله در کار او دلتنگ باشد، ولیکن برعکس او خوشحال است، زیرا که از این دخالت میتواند از هر جهت استفاده نماید. میرزا حسن خان مشیرالملک به وزارت خارجه پدرش رونقی تازه داده، دفتر آن وزارتخانه را که ترتیب و تنظیمی نداشته مرتب میسازد. اوائل ورود مشیرالملک به تهران، نگارنده با او آشنا شده، با حضور پدرش به او میگویم شما طفل معصوم هستید، تازه از خارج آمده، هنوز به مرضهای اجتماعی که در این مملکت هست مبتلا نگشته اید. اولا بکوشید رنگ صورت شما مانند دیگران زرد نگردد و ثانیا در کار معارف با ما مساعدت نمایید. مشیرالملک دست صمیمیت به نگارنده داده، وعده می‌دهد در مساعدت با کار معارف فروگذار ننماید. پس از دخالت یافتن مشیرالدوله به کار معارف، اگرچه من میباید از مخالفت مفتاح الملک و بستگانش که در وزارت خارجه هستند نسبت به کارهای عمومی معارف نگران بمانم که آنها توجه مشیرالدوله را به جانب خود جلب نموده بیش از پیش خیالات شخصی خود را تعقیب نمایند، ولی نظر به بی‌آلایشی مشیرالملک که دخیل واقعی کار معارف است، از این بابت نگرانی ندارم و تنها لازم می دانم یک مجلس از جریان امور ترتیب انجمن معارف، نظریات افتتاحیه، وضع مدارس ملی، ملاحظات وزیر علوم، اقدامات شخصی خود و عملیات حوزه مخالفین خاطر مشیرالدوله را آگاه سازم. نگارنده به اتفاق دوست صمیمی خود محمد ابراهیم خان معاون الدوله، مشیرالدوله را ملاقات کرده، در یک مجلس 5 ساعت صحبت داشته، خاطر او را از جمیع امور معارف تازه مستحضر می سازد. معاون الدوله هم که با وی صمیمیت دارد، همه را تصدیق و مشیرالدوله از این مجلس مسرور و ممنون می گردد. مشیرالدوله پس از اطلاع بر خالی بودن صندوق معارف و بیتوجهی مدرسه افتتاحیه به سه مدرسه علمیه، شرف و مظفریه و تنگ دستی مؤسسین مدارس ملی و حاجتمندی ایشان به مساعدت حالی و مالی از طرف دولت چنان صلاح می داند، دفتر اعانه گشوده، وجوهی جمع‌آوری نموده، دولت هم مساعدتی بنماید و چرخ معارف به راه افتد. نگارنده پیشنهاد می نماید که در اعضای انجمن معارف جرح و تعدیلی بشود تا اینکه روح تازه گرفته به اقدامات خودسرانه افتتاحیه خاتمه داده شود. 4 مدرسه دولتی و 4 مدرسه ملی که تا این وقت تأسیس شده در تحت نظر انجمن معارف دارای یک ترتیب و تنظیم گشته، عنوان دولتی و ملی از میان برداشته شده، از وجوه اعانه به همه مساعدت گردند و از این راه از افراط و تفریطی که روی داده جلوگیری شود. مشیرالدوله و معاون الدوله این پیشنهاد را میپذیرند و در مقام انجام آن و گشودن دفتر اعانه برمی آیند. نگارنده از این مجلس و از این پیش آمد مسرور و به آتیه روشن معارف امیدوار گشته، به درخواست مشیرالدوله کتابچه مفصلی مشتمل بر تاریخچه گذشته معارف و تکلیفات آتی آن برای وی می فرستم که بتواند به شاه و صدر اعظم ارائه داده به گرفتن اعانه از طرف دولت موفق گردد. در ماه ذی‌الحجه 1317 روز عید قدیر در مجلس جشن مدرسه سادات، مشیرالدوله به نگارنده محرمانه میگوید
سالی 6000 تومان وجه اعانه برای مدارس جدید معین شده، 3000 تومان دولت بدهد و 3000 تومان رجال محترم بپردازند. باید بنشینیم قرار تقسیم آن را بگذاریم. من از شنیدن این خبر مسرور و از او تشکر می نمایم. در این حال که مشیر الدوله با من در این موضوع صحبت می دارد، در طرف دیگر مجلس مفتاح الملک دیده می شود که سر تا پا گوش شده گفتگوی ما را استماع می نماید. در همان حال نگارنده احساس می کند که مفتاح الملک نخواهد گذارد این کار به وجه صحت جاری گردد. مفتاح الملک بعد از این مجلس به مشیر الدوله می گوید مدارسی که مردم به صرافت طبع خود تأسیس نموده اند حاجتمند مساعدت نمی باشد، نمی خواهند یا نمی توانند اداره کنند منحل نمایند. ما باید 4 مدرسه‌ای که بارش به دوش دولت افتاده راه برده آبروی دولت را حفظ نماییم. پس بهتر این است وجوه اعانه دولتی و ملتی را به صندوق انجمن معارف ریخته به مصرف 4 مدرسه برسانیم. مشیر الدوله هم این مطلب را میپذیرد، خصوصا که تصدیقی هم از مخبر السلطنه که تازه دخیل کار معارف شده میشنود. مخبر السلطنه مهدی قلی خان، فرزند سوم علی قلی خان مخبر الدوله و داماد وزیر علوم میباشد. تحصیلاتش در آلمان شده، بعد از رحلت علی خان ناظم العلوم ریاست مدرسه علمیه به او مفوض گشته است. مخبر السلطنه مدرسه علمیه را از تحت فشار بی‌اعتنایی مدرسه افتتاحیه درآورده، نظریات معارف پرورانه خود را در آن مدرسه به کار انداخته بر رونق آن اساس می‌افزاید. در این وقت که مشیر الدوله می‌خواهد سالی 6000 تومان وجه اعانه را تقسیم نموده کسر مدارس را جبران نماید، مجلسی تشکیل داده که اعضای آن وزیر علوم، مخبر السلطنه، مفتاح الملک، محمد ابراهیم خان مدیر مدرسه شرف، حاج شیخ مهدی شریف مدیر مدرسه مظفریه می‌باشند. مشیر الدوله از مخبر السلطنه می‌پرسد مدرسه علمیه چه مبلغ کسر دارد؟ مخبر السلطنه مبلغی را معین می نماید که مدرسه علمیه به واسطه کلاس های متوسطه آن کسر را دارد. از مفتاح الملک می پرسد کسر افتتاحیه چیست؟ می گوید مثل علمیه، در صورتی که هیچ کسر ندارد بلکه مبلغی اضافه دارد. خرج شرف را نیز معین نموده همه را می نویسد. مبلغ کمی باقی می ماند. آن را هم به مظفریه داده وجوه اعانه ما بین 4 مدرسه یا عده‌ای از اشخاص معین تقسیم گشته به مدارس ملی و صندوق‌های تنگدست آنها که با بیقراری انتظار مساعدت دولت را دارند بهره‌ای نمی رسد. در صفحه 271 تصویری از مخبر السلطنه نشان داده شده است. نگارنده انتظار دارد مشیر الدوله بعد از آن همه مواعید و پس از اطلاع کامل از جزئیات امور در تقسیم وجوه نظریات مرا مراعات نموده از افراط و تفریط احتراز نماید. من نیز به رؤسای مدارس ملی از این بابت نویدها داده آنها را به مساعدت دولت امیدوار ساختم. یک وقت خبردار می شوم مرا خبر نکردند و هر چه خواستند کردند. بدیهی است بعد از 2 سال زحمت و با ابتلای شدید به کار مدارس ملی از شنیدن این خبر به من چه می گذرد؟ روزی چند بعد از این واقعه مشیر الدوله برای تأسیس مدرسه سیاسی مجلسی در خانه خود منعقد ساخته مرا نیز دعوت می نماید. در آن مجلس به او می گویم اکنون که شما را هم فریب داده و نگذاردند عدل و انصاف را رعایت کرده باشید، پس آخر ماه مفتشی به مدارس غیر مجانی فرستاده ببینید اگر بر عایدات آنها افزوده شده کسری را که صورت داده اند کمتر بپردازید، مگر آنکه وجوه اعانه محل مواجب برای اشخاص شده باشد. مشیر الدوله سر به زیر افکنده اظهار شرمساری می نماید و نمی تواند کار گذشته را برگرداند. بعد از ناامیدی از استفاده نمودن صندوق‌های مدارس ملی از وجوه اعانه، نگارنده گرفتار زحمت شدید می گردد، زیرا که مدرسه ادب به واسطه فسادی که در آن روی داده دچار خسارت گردیده.
مدرسه سادات به واسطه مخالفت کاری ها حاجتمند مساعدت مالی گشته و از همه سخت‌تر مدرسه کمالیه است که مدیر تهی‌دست آن مدتی است به انتظار مساعدت دولت امرار وقت نموده، اکنون نه میتواند مدرسه را راه ببرد و نه میتواند منحل نماید. طاقت تحمل هم بیش از این برای او نمانده. مرا سخت درد سر می دهد و جز صبر و شکیب و افزودن بر آلودگی ها و انتظار دستی که از غیب بیرون آمده از بی‌اعتدالی ها جلوگیری نماید چاره ای ندارد. در میان این پریشان احوالی که از هر طرف مرا احاطه نموده، وقایع مدرسه سادات از پیشامدهایی است که حواس مرا سخت مختل می سازد. رفع فتنه مدرسه سادات جز به اقدام وزارت معارف ممکن نمی شود. وزیر علوم به تنهایی نمی تواند در این کار اقدام نماید. مظفرالدین شاه به سفر اروپا رفته، کار دولت در هیئت وزرایی که رئیس آنها میرزا احمد خان مشیرالسلطنه است می گذرد. مشیرالدوله هم تنها نمی خواهد در رفع این فساد اقدام کند. می ترسد در غیاب شاه مخالفین من و دشمنان معارف بهانه جویی نموده دست به دست یکدیگر داده فتنه ای برپا نمایند. نگارنده با وزیر علوم توافق نظر حاصل نموده که مدیر و دفتردار مدرسه را اخراج نماییم، ولی لازم است مشیرالدوله مساعدت کامل داشته باشد. مشیرالدوله به دفع الوقت می گذراند. مکرر وعده می دهد که از طرف هیئت وزرا خطابی به وزیر علوم صادر نماید و به وعده وفا نمی کند. بالاخره در جواب یکی از مکتوبات شکایت آمیز نگارنده می نویسد: کار مدرسه سادات سابقه و لاحقه‌ای پیدا کرده، نمی شود بی احتیاطی کرد، مبادا فتنه‌ای برپا گردد. پس از رسیدن این مکتوب، شیشه صبر و طاقت من به سنگ آمده، مکتوبی قریب به این مضمون برای وی می نویسم. چه سابقه، چه لاحقه؟ سابقه این است که من بعد از زحمت و خسارت بسیار که در تأسیس مدارس ملی تحمل نموده برای خدمت خصوصی به بنی اعمام فقیر خود به تأسیس این اساس پرداخته ام. و لاحقه آنکه اشخاص کوته نظر طماع چشم از سخط خالق و ملامت مخلوق پوشیده اسباب زحمت برای من فراهم آورده، شخص عالی هم که از کم و کیف و ظاهر و باطن کار خبر دارید و به اقدام شما باید کار معارف از این گونه حق شکنی ها محفوظ بماند، به ملاحظه از اشخاص در مقام احقاق حق بر نمی آیید، بلکه به واسطه دفع الوقتی که می شود مدعیان جرأت یافته به آبروی من و خانواده ام تجاوز می نمایند. صریح می نویسم: یا به فوریت امر کنید وزارت معارف نظامنامه مدرسه سادات را به موقع اجرا گذارده دست اخلال کنندگان را کوتاه نماید و اجازه بدهید من بر حسب تکلیف و برای نگاهداری شرف و آبروی خود مدرسه را منحل و موضوع مفسده را از میان برده. در این صورت بدنامی که از این اقدام برای دولت و ملت حاصل می گردد به شخص شما متوجه می شود. مشیرالدوله بعد از رسیدن این مکتوب با اظهار مهربانی زیاد درخواست می نماید تا روز مجلس دربار اقدامی ننموده انتظار نتیجه آن مجلس را داشته باشم. در این دو روز وزیر علوم کتباً و شفاهاً به خواهش نگارنده به مدیر و دفتردار مدرسه نصیحت می نماید بلکه بتواند آنها را به اطاعت نمودن وادارد، لکن نتیجه نگرفته مصمم می شود عذر ایشان را از مدرسه بخواهد. روز مجلس دربار برای یادآوری شرح ذیل را به مشیرالدوله نوشته به دربار می فرستد. اقدامات و زحمات دایی در تأسیس مدارس ملی عموماً و مدرسه سادات و دو مدرسه دیگر خصوصاً اگر بر خلق پوشیده است بر خدا پوشیده نیست و چون برای خدا کرده ام اجر و مزد از او می طلبم. ولی از آنجا که این اقدامات برای دولت هم بی نتیجه نیست، آیا اینقدر زیحق شده ام که اولیای دولت حفظ آبروی مرا بر خود واجب بدانند یا نه؟
اگر زی حقم میگویم در مدرسه سادات که به خون جگر آن را تأسیس نمودم فتنه ای روی داده که آبروی مرا تهدید می نماید، یا امر کنید وزارت معارف به فوریت این فتنه را برطرف نماید، یا به من رخصت بدهید مدرسه را منحل و آبروی خود را محافظت نمایم. این مکتوب را مشیر الدوله در هیئت وزرا خوانده بر حقانیت من تصدیق می نماید. وزرا نیز مساعد می گردند، ولی باز به رعایت احتیاط چنان صلاح می دانند که قبلا خاطر ملک منصور میرزای شعاع السلطنه را که در غیاب شاه مقام نیابت سلطنت را داراست مسبوق نموده، بعد از آن اقدامی در این کار بنمایند. این است در موقعی که به هیئت اجتماع نزد نایب السلطنه رفته شمه ای از خدمات من به معارف و گرفتاری ها که پیش آمده شرح داده اجازه می گیرند که اقدام مجدانه در رفع این قائله بنمایند. شاید خوانندگان کتاب من تعجب نمایند کوتاه کردن دست یک مستخدم از یک مدرسه چه اهمیت دارد که مورد این همه ملاحظه نزد دولت و دولتیان بوده باشد، ولی دو مطلب را نباید فراموش کرد: یکی اوضاع دولت و دربار و ضعف درباریان که مانند مار گزیده از ریسمان سفید و سیاه اندیشه می نمایند. دوم آنکه این قضیه مدرسه سادات و مخالفت نمودن دو نفر مستخدم با من نمی باشد، بلکه مخالفین معارف جدید عموماً قوای خود را جمع‌آوری نموده می خواهند به این عنوان انتقام خود را از نگارنده گرفته روح معارف پروری را خفه نمایند. در این صورت احتمال می رود در این اقدام دولت فتنه های خفته بیدار و عناصر مختلف آشوب طلب به این بهانه در غیاب شاه آشوبی برپا نمایند. از این سبب دولتیان در این کار به احتیاط قدم بر می دارند. بالجمله حکمی در همان روز از مجلس وزرا خطاب به وزیر علوم صادر شده به مضمون ذیل: مدارسی که در تهران ایجاد شده، اعم از دولتی و غیره، باید در تحت نظارت دولت بوده باشد و امروز کار مدارس به موجب دستخط مبارک همایونی بر عهده جناب وزیر علوم است. باید در کلیه امور مدارس از هر جهت منتهای دقت را به جا بیاورند. از مجلس وزرای عظام هم به جناب معزیون الیه ابلاغ می شود که در این امور منتهای مواظبت را نموده، هر که را مخل و مخرب کار می دانند اخراج نمایند. سیوم ربیع الاول 1318. مشیر الدوله جواب مرا از طرف هیئت وزرا می نویسد که به وزیر علوم نوشته شد مفسده مدرسه سادات را برطرف و خاطر شما را آسوده نمایند. وزیر علوم نیز شرحی به مضمون ذیل نوشته برای نگارنده می فرستد: مؤسس مدرسه متبرکه سادات آقای حاج میرزا یحیی می باشند. یک سال و کسری است محض عزت و سعادت و ثواب و اجر اخروی قبول این زحمت را فرموده اند. مبلغی از کیسه خود با اطلاع این جانب مخارج نموده اند. برای قوام و دوام این مکتب شرکای معتبر و محترم از معارف رجال انتخاب نمودند. نظامنامه به ثواب دیده جمعی از معتبرین با هزاران ملاحظه نوشته به مهر و امضای شرکا و وزارت علوم رسانیدند که مادام این مکتب برقرار است نباید احدی از شروط نظامنامه تخلف ورزد، همواره منظم و برقرار باشد و هر یک از خدام و اجزای این مکتب بنای خودسری و بدسلوکی را بگذارند، جناب مؤسس مختار است او را برداشته و دیگری را به جای او بگمارد. دهم ربیع الاول 1318. وزیر علوم در مکتوب دیگر به نگارنده می نویسد: سید مرتضی باید از مدرسه خارج شود، به او بگویید خود برود و الا می فرستم او را خارج نمایند. و چون هیئت نظار یا وکلای مدرسه سادات به خواهش نگارنده هر هفته با کمال کراهت در مدرسه مجتمع شده با مخالفین مدارا نموده انتظار نتیجه اقدامات مرا می کشند، وزیر علوم خطابی نیز به وکلای مزبور می نویسد به این مضمون که معلوم و محقق شد سید مرتضی مشاق و دفتردار
اسباب چینی و اخلال در امر مدرسه می نماید و مخل اجرای نظام نامه می باشد. لذا بر شما لازم است او را از مدرسه خارج و دیگری را به جای او برقرار دارید تا امور در تحت انتظام بوده باشد. احکام دولتی و وزارتی به دست نگارنده رسیده مهیا می گردد. ریشه فساد را از مدرسه سادات کنده، خاطر خود را از این بابت آسوده نموده، به آتیه این اساس خیر و حسن عاقبت آن اطمینان حاصل نمایم. صفحه 276 فصل 38 رفع فتنه و اوضاع معارف. در عشر اول ربیع الاول نگارنده از یک طرف با کمال جد و جهد می کوشد از قوت دولت و وزارت معارف در دفع فتنه مدرسه سادات استمداد و استفاده نماید و از طرف دیگر به توسط وکلای مدرسه مراقب است مخالفین که نزدیک است ناامید گردند خللی به کار مدرسه نرسانند، یعنی نتوانند اغتشاشی در داخل مدرسه تولید نمایند، و هم نگران می باشم که دفتردار اسباب و اسناد مدرسه را بیرون برده، نظم و ترتیب مدرسه را برهم زده، اسباب زحمت آتیه را فراهم آورد. چون مجلس وکلا در هر هفته یک مرتبه، آن هم یکی دو ساعت بیشتر منعقد نیست، برای جلوگیری از مفاسد مزبور تدبیر دیگر لازم خواهد بود. و آن این است که یکی از جوانان حساس معارف خواه از بستگان خود، حسین علی خان نام را که تازه به این شهر آمده، نه او کسی را می شناسد و نه کسی او را، دستور می دهد به مدرسه سادات رفته بگوید مرا شخص محترمی فرستاده، چند روز در این مدرسه مانده از جزئیات امر مالیه و تحصیل و شاگردان و غیره آگاه گشته، نتیجه تفتیش خود را به او اطلاع داده، بلکه مساعدت کاملی با این اساس بنماید. به این عنوان شخص مزبور از صبح تا شام در مدرسه میماند و از جزئیات امور و مذاکرات و خیالات مخالفین آگاه شده، شامگاه که مدرسه خلوت می شود روی قفل اتاق دفتر قفل دیگر زده، نتیجه کار روز را آخر شب به من اطلاع می دهد. در اول مجلس مخالفین از او می پرسند فلانی را می شناسی؟ خیر. اسم او را شنیده ای؟ خیر. آنگاه مطمئن گشته او را محرم دانسته هرچه در دل دارند بر زبان می آورند. مفتش یک هفته همه روزه پیش از همه به مدرسه می آید و بعد از همه قفلی به روی قفل دفتر زده روانه می گردد. صبح زود قفل را می گشاید و کسی ملتفت نمی گردد. یک شب اتفاقاً زودتر از مدرسه رفته، نه در را می بندد و نه مرا خبردار می سازد. در همین شب نگارنده احکام دولتی را به مدیر و دفتردار ارائه داده، آنها را از رفتن به مدرسه ممانعت می نماید. دفتردار چون پاسی از شب می گذرد، خود را به مدرسه رسانیده، دربان را از خواب بیدار کرده، قسمتی از اسناد و دفاتر را به منزل خود برده، به دربان می گوید، مدرسه برهم خورد. صبح شاگردان و اعضا که آمدند همه را جواب داده، به طباخ نیز بسپار طبخ ننماید. دربان از آن صبح به منزل ناظم رفته او را خبر می نماید و به دستور وی مرا مستحضر نموده، می فهمد دفتردار معزول است و اقدامی که نموده به ناحق بوده، به فوریت باز می گردد، در حالی که دفتردار دوباره به دفتر آمده هرچه بوده همه را بسته به دوش گرفته تا برده باشد. دربان او را ممانعت نموده، بالاخره بر او غالب شده در مدرسه را به روی او می بندد. صبح فردا مدیر و اعضا وارد شده، محبوس را مستخلص و اسباب دفتر را به جای خود می گذارند. دفتردار محرمانه به مدیر می سپارد، دو سه روز آمد و شده خود را به مدرسه ترک ننماید، بلکه او بتواند وسیلهی برانگیخته باز مقام خود را اشغال نماید. اما من از پیش کار آن هر دو را به دیگری داده، اعضای جدید مشغول کار می گردند و آن هر دو خارج می شوند. دفتردار جمعی از سادات قومی را که در این شهر به سلامت نفس معروف نمی باشند تحریک نموده به مدرسه می فرستد تا فتنه‌ای برپا نموده مدرسه را برهم بزنند، ولکن کامیاب نمی گردند.
پس از اخراج مدیر و دفتردار، وکلای مدرسه را دعوت نموده برای رسیدگی به دفاتر و اسناد و استرداد آنچه به سرقت رفته و بالجمله برای اجرای نظامنامه و ترتیبات آتیه حاضر می گردد. اگر بخواهم آنچه را در دفتر مدرسه در جزو مسوده های باطل شده اوراق مشاهده نموده و هم تصرفاتی که در پاره ای از اسناد شده بیان نمایم، باید از حدود نزاکت که در هر حال رعایت آن را لازم می شمارم تجاوز نمایم. پس همان بهتر که به همین اندازه قناعت نموده بنویسم تقدیر الهی جاری شده بود، این مؤسسه خیر باقی مانده، پایه آن در محور صحیحی که در کارهای جاری مملکت کم نظیر است گردش نماید. خلاصه دست مخالفین داخلی از دامان مدرسه سادات کوتاه و به واسطه کوته دستی آنها بر حوزه مخالفین و بدخواهان معارف شکست فاحش وارد می گردد. مدیر و دفتردار مدرسه بعد از این واقعه تا مدتی از هر گونه دوندگی بر ضد من، بر ضد هیئت نظار و بر ضد مدرسه فروگذار نکرده، بیان که هیچ نتیجه بر سعی آنها مترتب گردد. میرزا علی نقی خان مستشار السلطان مساعدت خود را با مدرسه سادات مداومت داده، مصارف تحصیل چند نفر از شاگردان را دائما به عهده خود می‌گیرد و از هر گونه مراقبت دریغ نمی‌دارد. میر سید حسن نقیب و سادات از سلسله قائم مقامی که شخص زیرک با خط و ربطی است به دفترداری مدرسه منصوب می گردد و یکی دو تن از سادات ظاهر و صلاح را مدیر و ناظم نموده امور مدرسه منظم می شود. البته خوانندگان کتاب من از خواندن این وقایع که به طور اجمال بیان گشته به اوضاع و احوال مملکت پی برده می‌فهمند اقدام نمودن به کاری بی آنکه اقدام کننده خود را هم رنگ جماعت سازد چه محظورات در بر دارد. بالجمله در اواخر ربیع الاول 1318 که خاطر نگارنده از طرف مدرسه سادات آسوده می‌گردد، متوجه کار انجمن معارف می‌شود. از انجمن معارف در این وقت جز اسمی باقی نیست. اعضای انجمن گاهی در منزل وزیر علوم اجتماع می نمایند بی آنکه بر اجتماع آنها اثری مترتب باشد. رفته رفته معارف خواهان از افتتاحیه و حوزه آن و از روزنامه معارف تنفر حاصل کرده، مقاله ها بر ضد انجمن و اقدامات مفتاح الملک نوشته به جراید فارسی خارج می فرستند. روزنامه های مزبور هم از حوزه افتتاحیه انتقاد و از روزنامه معارف دفاع نموده با کمال بی‌اعتنایی به اقدامات خود مداومت می دهد. مخبر السلطنه به مدرسه علمیه رسیدگی می کند بی آنکه دخالتی در سایر مدارس دولتی نموده باشد. مخبر السلطنه از اقدامات حوزه افتتاحیه دلتنگ و با نگارنده در رعایت صحت مزاج کار معارف هم عقیده است، ولیکن خود را آلوده به معارضه نمودن با آن حوزه نمی نماید. وزیر علوم هم نیز از خودسری مفتاح الملک افسرده خاطر می باشد، ولیکن به اقتضای طبع سلامت جویی که دارد مدارا می نماید. نگارنده مکرر با وزیر علوم و مخبر السلطنه کنکاش نموده، بلکه بتوانیم طرح اساسی برای معارف ریخته، این کار را از دست برد مقاصد خصوصی اشخاص دور گرفته، از تجاوزات و بی‌حسابی ها جلوگیری نماییم. موفق نمی گردیم. البته چگونه می شود برای معارف اساسی ریخت؟ در صورتی که وزارت معارف بی اساس است و بی اساسی وزارت معارف مربوط است به بی اساسی دولت. خلاصه تا اواخر ماه رجب 1318، یعنی تا اواخر مدت دوری پادشاه از مرکز سلطنت، اوضاع معارف و مطبوعات با هیاهوی زیاد و کشمکش بسیار در جریان است. ورود پادشاه به تهران از سفر اروپا نزدیک و لوازم استقبال و تشریفات ورود موکب همایون تدارک دیده می شود. چیزی که در تشریفات مزبور تازگی دارد و بر جلوه و شکوه آن می افزاید، حضور شاگردان مدارس جدید است با لباسهای یک رنگ و بیرقهای الوان که خیابان سردر الماسیه را مشهون نموده، اجتماع و حرکات آنها جالب انظار گردیده،
معارف خواهان انتظار دارند مظفرالدین شاه اروپا دیده در هنگام گذشتن از میان صفوف متعلمین مدارس که بهترین آثار عهد سلطنت اوست به آنها توجه مخصوص نموده تفقد و تشویقی بنماید. ولکن نه از همراهان او کسی او را تذکر می دهد و نه او خود متذکر گشته به بی‌اعتنایی می گذرد و خاطره ملالی در خاطر محصلین و اعضا و اجزای مدارس می گذارد. همه کس انتظار دارد مظفرالدین شاه پس از مراجعت از اروپا دایره معارف را وسعت داده، آزادی زبان و قلم را افزوده، افکار تجددخواهان را ترویج نماید. ولی حوادث ارتجاعی که به فاصله کمی بعد از ورود موکب همایون بروز می نماید، بطلان این تصور را ثابت نموده، امیدواری ها به ناامیدی مبدل می گردد. شرح واقع آن که بعد از استقراض آمیخته به سیاست پرضرری که دولت از روس‌ها نموده و در حقیقت به واسطه شرایط استقلال شکن که در بر دارد، اول لطمه است که به استقلال این مملکت وارد می‌گردد. بیشتر با فشردن دکمه سابسکرایب به اعضای کتابخانه صوتی فارسی زبانان بپیوندید.